ماجرا ریختن تو خونه تتلو و تهدید شدیدی که از دوستای نزدیکش داشته. حتما حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشین، قبلش کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغل هم بزنین تا از ویدیوهای جدید در روزهای بعد مطلع شوین. خب مثل که شب گذشته چند نفر از افراد نزدیکان و دوستان تتلو بودن که ریختن تو خونش و حسابی کاغذها و براش گذاشتن و تهدیدش کردن که اگر این کار رو نکنیم ما ازت شکایت میکنیم. و آقای تتلو از چیزی که بترسه اومده درباره این افراد به صحبت پرداخت و امیر تتلو نوشت: من نمیفهمم چطوری که به خودش اجازه میده اینقدر پس فطرت باشه. ما میبخشیم و میذارن رو حساب اسکولیمون. وقتی زیاد میبخشی اینجوری میشه دیگه، میان تو خونه تو یک سری کاغذ میذارن که تهدید و اینا. بله همون دو نفر رو که دیروز بخشیدم اومدن به خودشون اجازه دادن و بیان منو تهدید کنن و کاغذ بنویسن و بندازن تو ویلایی که خواهرم، مادرم، همسرم زندگی میکنن و گفته آقایی که میشناسیدش دیگه اسمشون نمیبرن، فکر نکنین چیزیه. امروز بی اجازه وارد محل زندگی من شده و یک سری کاغذ گذاشته و ما رو تهدید به شکایت و زندان کرده که دیگه خودتون بهتر میدونین. من با این ملعون آهنگ میسازم و وقت این حیوان رو ندارم. خودتون مدیریتش کنین که یاد بگیره به اسطوره یا به عالم آدم بی احترامی نکنه. من میرم سراغ آلبوم گرگ 3. تمام. خب رفقا نظرتون در این رابطه چیه و بگین که این کار به نظرتون درست بوده و نظرتون رو حتما برام بنویسین. تا ویدیوهای بعد و یک حواشی دیگه، قبلش کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغل هم بزنین. تا ویدیوهای بعد فعلا خدا نگهدار.